جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز دوشنبه مجوز اعزام حدود 500 نظامی آمریکایی به کشور سومالی در شرق آفریقا را صادر کرد. مأموریت این نظامیان انجام عملیات علیه گروه افراطی از شباب است که این تصمیم در حالی رسانه‌ای میشه که پارلمان سومالی رئیس جمهور جدید را انتخاب کرده. گزارشی ببینی از فرهاد پولادی. حسن شیخ محمود رئیس جمهوری تازه انتخاب شده سومالی به زودی شاهد بازگشت نیروهای نظامی آمریکا به کشورش خواهد بود. 500 نیروی نخبه نظامی آمریکا قرار است برای مقابله با گسترش اقدامات گروه افراطی الشباب که طی 15 سال گذشته سومالی را به سوی بی‌ثباتی بردند وارد این کشور شوند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع پنتاگون در کنفرانس خبری روز گذشته گفت که تهدید ناشی از سوی شباب جدی است. الشباب قطعاً به حملات خود در سومالی ادامه می‌دهد. آنها قادر به انجام حملات در منطقه بودند و ما می‌دانیم که در گذشته حداقل قصد و تمایل خود را برای حمله به خارج از منطقه از جمله علیه منافع آمریکا ابراز کردند. بنابراین ما این موضوع را از نزدیک زیر نظر داریم. این تهدیدی نیست که از بین برود. البته اینطور نیست که ما تا به حال کاری نمی‌کردیم. اما وزیر دفاع معتقد است و رئیس جمهوری هم توصیه او را پذیرفته که راه بهتر و کارآمدتر برای مقابله با این تهدید حضور مداومتر است. دولت پیشین آمریکا 700 نیروی نظامی آمریکا را از سومالی خارج کرد. مقامات دولت بایدن میگویند که 500 نیروی اعزامی به سومالی از دیگر پایگاه‌های آمریکا مستقر در قاره آفریقا خواهند بود، اما اینکه تا چه مدت آنها در سومالی میمانند و در کجا مستقر میشوند اعلام نشده است. کارین ژان پیر سخنگوی کاخ سفید تصمیم جو بایدن را بر پایه ضرورت مقابله با گروه‌های تروریستی عنوان کرد. همانطور که در طول دولت جو بایدن تاکید کرده ایم، رویکرد ما به مقابله با تروریسم متناسب با نوع تهدیدهای تروریستی است که از کشورهای خاص می‌بینیم. امروز در سومالی ما با بزرگترین و ثروتمندترین شاخه جهانی القاعده روبرو هستیم که دارای قدرت قابل توجهی است، شاخه‌ای که بر بخش بزرگی از زمین‌های این کشور کنترل دارد. پس از نبرد موگادیشو در سال 1993 که منجر به کشته شدن 18 نظامی آمریکایی شد، مردم ایالات متحده مدت هاست که نسبت به دخالت در سومالی نگران هستند. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.